کتاب یه کتاب مال آقای فاولر، مارتین فاولر، به اسم Patterns of Enterprise Application Architecture، یعنی پترن های معماری برنامه‌های سازمانی. یه کتابی که مثلا حالا نمیشه گفت مثلا در مورد مستقیما در مورد مثلا برنامه‌های وب مثلا اومده توضیح داده، ولی یه سری حالا پترن هایی گفته که در خیلی از موارد میشه استفاده کرد، حداقل توی برنامه‌های وبی که می‌خوایم بنویسیم. من یه کلیت از برنامه انترپرایز یا برنامه سازمانی بگم. برنامه سازمانی حالا بهشون مثلا اینفورمیشن سیستم ها هم میگن، اسمای دیگه هم داره، مثلا برنامه مثلا پروسس داده، مدیریت داده بهشون میگن. برنامه هستن که یه سری خواص مشخصی داره. من چند تا مثال بگم. مثلا برنامه سازمانی فرضاً مثلا برنامه فرضاً مدیریت یک کتابخونه یا مدیریت کتابخانه شهر تهران، مثلا برنامه مثلا همین سیستم ایدیوی دانشکده دانشگاه، یا چیزی مثلا میشه مثال زد، مثلا یه سیستم فروشگاه اینترنتی مثلا. خب اینا برنامه که بهشون میگیم برنامه سازمانی. خب مثلا در مقابلش مثلا برنامه که مثلا برنامه سازمانی مثلا نیستن، چه میدونم مثلا یه برنامه چی مثلا مثلا سیستم عاملی برنامه سازمانی نیست، یا مثلا چون برنامه‌ای که داخل آفیس هستن، ورد و اکسل و اینها، مثلا برنامه‌های سازمانی محسوب نمیشن. نمیدونم حالا کلیتی دست من برنامه سازمانی منظورم چی هست یا نه. برنامه‌ای هستن که خیلی با داده‌های خیلی زیادی سر کار دارن، یعنی مثلا مقادیر زیادی داده دارن و این داده‌ها ماندگارن، یعنی معمولا توی دیتابیس نگهداری میشن و کار اصلیشون این هست که حالا به یه نحوی به کاربری سیستم امکان بدن که با این داده‌ها کار کنن. خب ممکنه استفاده نگهداری داده مد نظر باشه، ممکنه مثلا تحلیلش و اینها هم حتی مثلا اضافه بشه که حالا حالتهای خاص این برنامه سازمانی میشه دیگه. بعد نکتهش باز یه سری خواصش نوشتم اینجا، مثلا کاربر، انواع اقسام کاربران مثلا داره، مثلا نمیدونم مثلا توی همین سیستم ایدیو مثلا معاون آموزشی، معاون آموزشی کل، دانشجو، همه اینها معنی میده. هر کدوم از اینها یه ارتباط خاصی با اون سیستم دارن، یعنی یه سری در واقع رابطه کاربری خواسته مثلا اون در واقع کاربر خاص طراحی شده. ممکنه حالا با برنامه دیگه ارتباط داشته باشن، بلای مثلا ممکنه مثلا چه میدونم مثلا بخواد یه سیستم فرضاً فروشگاه با یه سیستم نرم افزاری مثلا انبار در ارتباط باشه به نحوی. خب یا مثلا نمیدونم مثلا معمولا فروشگاه اینترنتی با سیستم بانک ها در ارتباطن، یه همچین چیزهایی، یعنی برنامه‌های شبیه سیستم عامل که مثلا خودش رو مثلا فرضاً هیچ ارتباطی به خارج از کامپیوتر داشته باشن، نه همچین حالتی نیستن. و یه نکته دیگه هم که هست این که معمولا یه سری قوانین تجاری درشون وجود داره. قوانین تجاری یعنی اونجایی که برنامه رو تعریف کردیم یه سری یه مدل تجاری پشتش بوده. خب حالا مثلا نمیشه گفت تجارت به اون معنی تجارت واقعا در نظر نگیرید، به معنی یه چیزی که یه سر قوانین داره صرفا در نظر بگیر. برای مثلا چه میدونم مثلا تو باز سیستم ایدیو راحت میشه مثال زد، اگر که مثلا کسی دو ترم معدلش کمتر از سلام باشه، ترم بعد مثلا با فلان مشکل مواجه میشه. بعد کلی از این قانونا وجود داره که سیستم باید حواسشون به اونها هم باشه. خیلی خوب، این تعریف برنامه انترپرایز. برنامه‌های وب خیلی شبیه همین برنامه انترپرایزن، ولی نمیشه گفت که کاملا همون هستن. یه سری خواص مشترک دارن که من اینجا گفتم. تقریبا همه اون خواصی که من گفتم و در مورد برنامه سازمانی تو اینها هم وجود داره، ولی یه سری خواص دیگه دارن. ممکنه یه برنامه تجاری باشه، برنامه سازمانی باشه، برنامه وب محسوب نشه و برعکسش دیگه. اولا یه مدل کلاینت سرور دارن که از ذاتاً بخاطر اینکه روی وب قراره که مثلا حالا وجود داشته باشن، باعث میشه که همچین مدلی خود به خود در واقع برامون در نظر گرفته بشه. یه نکته هم بگم، وب حالا اینجاها لزومی نداره که منظورمون اینترنت باشه. مثلا فرض کنید که مثلا خیلی از بانک‌ها در حال حاضر مثلا یه اینترنت دارن، اینترنت یعنی یه شبکه‌ای که صرفاً خود بانک معنی میده، و یه سری برنامه‌های وب دارن، حالا برنامه‌های وب و غیره وب دارن که داخل این در واقع اینترنت صرفا معنی میده، تو اینترنت اصلا وجود ندارن.
خب یا حتی ممکنه که مثلا شما داخل یه شبکه خیلی کوچیکی، شبکه از 10 تا کامپیوتر تشکیل شده، یه برنامه وب ببینید. خب اینها مثلا میگم خیلی لزوماً ارتباط شدید برنامه وب با اینترنت درست هست که معمولا اون چیزی که میبینیم روی اینترنته، ولی خب اون هم برامون متصور هست که همین مدل کلینت سرور رو روی شبکه خیلی کوچیک هم بتونیم در واقع داشته باشیم. معمولا رابطه معمولا که تقریبا 100 درصد موارد رابطه کاربرشون تو مرورگر قرار نشون داده بشه، یعنی این نیست که مثلا من یه برنامه بخوام نصب کنم و اجرا کنم. دلیلش مثلا یه نکته‌ای که وجود داره این هست که خیلی از برنامه‌های کلا سازمانی دارن میرن به این سمت که وب بشن، یعنی اینکه رابطه کاربریشون یه رابطه کاربری وب باشه. خب مثلا تا الان مثلا ممکن بود اینجوری بشه که فرضاً شما برید مثلا داخل بانک بگه که مثلا فلان برنامه رو مثلا روی اون کلاینت بانک مثلا بعد نصب کنی، بعد مثلا اون کارمند بانک مثلا با استفاده از اون کار کنه، ولی کلا دارن به این سمت میرن که تو تمام این مراحل در واقع مدل وب رو در واقع استفاده کنن، یعنی شما صرفا رو اون مثلا کلاینت بانک صرفا یه دونه مرورگر داشته باشید، خب تمام برنامه تو اون مرورگر وجود داشته باشه، یعنی عملا رابطه کاربریتون از طریق مرورگر باشه، همون HTML و همه این چیزایی که بلد هستین. خیلی خوب، حالا یه سری مسئله دیگه هم کلا تو این برنامه مطرح میشه که حالا تو اون برنامه انترپرایز برنامه سازمانی هم مطرح هست، ولی خب حالا اینجاها خیلی به صورت خاص‌تر مشخص‌تر دیده میشن. برای مثال مسئله مثل اسکیلبیلیتی. اسکیلبیلیتی منظورم چیه؟ یعنی اینکه وقتی تعداد کاربرای برنامه ما زیاد، اپلیکیشن ما زیاد میشه، برنامه ما بتونه یه جوری خیلی راحت تغییر کنه که در واقع بتونه نیازه اونا رو جواب بده. فرضاً نمیدونم مثلا شما یه برنامه پیشوی معمولی بنویسید که مثلا فرضاً هر ثانیه یه نفر مثلا میخواد بیاد یه درخواستی بهش بده، مثلا یه چیز ببینه، فرض کنید بلاگ، همین بلاگی که نوشتیم مثلا هر ثانیه مثلا شما 5 نفر مثلا این بلاگ ببینن، خب این مثلا این برنامه روی کامپیوتر من خیلی راحت اجرا میشه، مشکل پیش نمیاد، ولی مثلا 5 نفر بشن مثلا چون من 50 نفر 500 نفر، خب دیگه این کامپیوتر من کافی نیست برای اینکه جواب بده در واقع به این درخواستاشون، لازمه که حالا به این نحوی حالا کامپیوتر قوی تر استفاده کنم یا در واقع اینو توضیحش کنم رو چند کامپیوتر اجراش کنم. خب اینکه برای من توانایی داشته باشه که تو همچین حالتی در واقع لازم نباشه که خیلی تغییرات اساسی توش بدم، بهش میگیم اسکیلبیلیتی. یا مسئله سکیوریتیش هستن، ممکنه شما مثلا داخل فرضاً یه اپلیکیشن مثلا سازمانی دارید، فرضاً به آموزش مثلا بتونید مثلا بهشون بگید که مثلا اگر استفاده نابجا کنید فرضاً یه سری توبیخ ها مثلا براتون داره، خب ولی تو حالت کلی توی وب نمیتونید همچین کاری انجام بدید. حالا باز اینجا برنامه وب روی اینترنت شاید بیشتر مد نظر بوده. و حالا یه سری خواص دیگه که کلا خاص برنامه وب میشن، میگم این دوتا خیلی دیگه دارن با هم در هم تنیده میشن یه جورایی و پیشرفتایی توی نوع پیشرفتایی تو برنامه اینترپرایز هم محسوب میشن. اینها این کتاب آقای فاولر دو تا نکته داره، یکی این که مستقیما به برنامه‌های وب نپرداخته، خب یعنی بیشتر تمرکزش رو برنامه سازمانی بوده، اون موقع برنامه سازمانی یه مقدار تفاوت داشتن، سال فکر کنم سال 2003 که کتاب چاپ شده 10 سال پیش یه مقدار مثلا تفاوت داشتن، این تفاوت‌ها الان خیلی کم رنگ‌ترن، خاطر همین شما مثلا یه سری چیزا اونجا ببینید که مثلا یه مقدار به نظرتون عجیب بیاد، خب ولی خب این اونجا نشون شده که اونجا مثلا منظورش واقعا برنامه اینترپرایز بودن نه برنامه وب. نکته دومش این هست که خب کتاب قدیمیه، شاید یه سری جملاتش، یه سری نکاتش، سه حرفایی که میزنه واقعا الان دیگه معتبر نباشه، این نکته هم داره، ممکن هم چیزایی داخلش مشاهده کنید، ولی کلیتش خیلی کتاب خوبی هست. خیلی خوب، یکی از نکاتی که کلا توی برنامه‌های سازمانی مطرح میشه و حالا ما اسمش از اول میگیم برنامه وب، خیال خودمون راحت کنیم، تو برنامه وب مطرح میشه این هست که خیلی ممکنه پیچیده باشن یا ممکنه لازم باشه بعدها پیچیده بشن. خب مثلا شما فرض کنید که مثلا من این برنامه مثلا با 3 تا فایل بلاگ نوشتم خیلی ساده، خب حالا فرض کنید میخواهید تبدیلش کنید به یه چیزی مثلا شبیه مثلا نمیدونم مثلا چون من این بلاگ هایی که بلاگ مثلا به بلاگ اثبات بخواید تبدیلش کنید، خب یا مثلا یا همین الان برنامه دارید که مثلا اصلا همچون چیزی طراحی کنید،
خب اینها مثلا اینکه من سه تا فایل مثلا درست کنم و بعد مثلا تو شروع کنم کد زدن اینها خیلی دیگه معنی نمیده. خب عملا برام خیلی پیچیده میشه. وقتی که برام پیچیده بشه شبیه مثلا فرض کنید که هر چیزی که پیچیده، مثلا فرض کنید شما مثلا یه اتاق میخواید بسازید، خیلی ساده مثلا بدون اینکه مثلا بخواید فکر خاصی انجام بدید خیلی راحت میسازیدش، ولی مثلا یه ساختمان خیلی بزرگ بخواید طراحی کنید باید طراحی کنید. یعنی عملا طراحی اون موقع معنی میده، وقتی سیستم پیچیده میشه طراحی معنی میده. تو برنامه هم لازم هست که این طراحی انجام بگیره. به طراحی یه برنامه میگیم معماری. خب حالا به طور خاص معماری یعنی که من بیام این برنامه، این مثلا برنامه‌مو از دیدهای مختلف مثلا به صورت تیکه تیکه ببینمش. مثلا فرضاً یه بلاگ دارم بگم مثلا یه تیکه نمایش مثلا پست، تیکه ساختن بلاگ جدید، تیکه مدیریت. خب این تیکه ها رو اسمش می‌ذاریم ماژول یا کامپوننت. خب توی کلا معماری نرم افزار به اون تیکه ها میگن تیکه های پیاده سازی. البته حالا معماری مختلف ممکنه داشته باشه، اما معماری پیاده سازی وقتی داریم صحبت می‌کنیم به اون تیکه هایی که در واقع برنامه دارن از تشکیل میشن بگیم کامپوننت. معمولا مثلا میشه یه تناظر بین کامپوننت ها، مثلا فرضاً کلاس ها یا کامپوننت ها و فایل هایی که مثلا برنامه داخلش داره می‌نویسیم در واقع پیدا کنیم. مثلا فرض کنید که اون برنامه بلاگی که مثلا من نوشتم یه همچین معماری از لحاظ مثلا پیاسازیش داره. مثلا یه تیکه نیو پست داره، یه تیکه مثلا نمایش پست داره و یه تیکه مثلا ایندکس لیست در واقع پست رو داشت نشونه من میداد داره. یه تیکه هم هست که الان من ننوشتم ولی اسمش دیتابیس هست ولی تو سیستم هم وجود داره عملا دیگه. خیلی خوب، تو این بحث در واقع جدا کردن ماژول ها از هم دیگه چند تا نکته هست که خوب حواسمون باشه. یکی که هدفمون از این جدا کردن چی بود؟ این بود که بتونیم ساده تر در واقع نگاه کنیم به مثل یه سیستم پیچیده. فرض کنید مثلا من یه سیستم خیلی بزرگ داشته باشم بتونم تیکه تیکهش کنم، هر تیکه رو جداگونه بخوام بررسی کنم، خب خیلی کارم راحت تر میشه. در مورد هر تیکه بتونم جداگونه مثلا تصمیم بگیرم. مثلا فرضاً ممکنه مثلا بگم که مثلا تیکه مثلا فرضاً دیتابیس رو نمیخوام با پی اچ پی بنویسم، خب مثلا میخوام بدم دست مای اسکیل مثلا انجامش بده که مثلا با سی پلاس پلاس فرضاً نوشته شده. خب وقتی تیکه تیکه به مثلا نگاه کنم میتونم راحت‌تر تصمیم بگیرم، میتونم پیچیدگی در واقع سیستممو یه جورایی مدیریت کنم. خب این نیازمند این هست که در واقع اولاً ماژولایی که تعریف میکنم اولا خوش تعریف باشن، یعنی واقعا یه چیز باشن که من بتونم جداشون کنم. مثلا چه میدونم نیام مثلا تیکه نیو پست با دیتابیس قاطی کنم بگم اینا مثلا با هم یک ماژولن. خب اولا این دو تا چیز جدان و جداگونه باید بهشون فکر کرد. و اینکه اینو چجوری میفهمیم؟ اینکه اینها در واقع یه پیاسده جدا از هم دیگه هستن. من ممکنه هیچ جای سیستمم دست نزنم، خب بیام مثلا دیتابیس رو تغییر بدم، مثلا به جای دیتابیس مثلا مای اس کیو ال دیتابیس مثلا چون من پستگیر اس کیو ال استفاده کنم، اصلا لازم نباشه این تیکه ها رو دست بزنم. خب اگر که مجبور باشم مثلا این تیکه ها رو دست بزنم نشون میده که خیلی خوب اینا رو در واقع جدا نکرده بودم. خب اون طراحی در واقع کامپوننتام انتخاب خوبی نبوده. خب پس کلا هدف از این مثلا کامپوننت کردن در واقع کامپوننت کردن سیستم چیه؟ اینکه کامپلکسیتی رو بتونم مدیریت کنم، ساده تر بتونم از سیستمم نگاه کنم. و اینکه چجوری باید این کار انجام بدم این هست که یه سری ماژول ها و یه کامپوننت های مجزا پیدا کنم. خب که اینها یه جوری از لحاظ پیاسازی، از لحاظ مثلا کاری که دارن انجام میدن مستقل از هم دیگه باشن. خب بتونن مستقل از هم دیگه تغییر کنن. خب صرفا از یه طرقی با هم دیگه در ارتباط باشن. برای مثلا من اینجا بین نیو پست و پست مثلا هیچ خطی نکشیدم، به این معنی که هیچ ارتباطی بین دوتا وجود نداره لزوما. خب نیو پست میتونه عوض بشه، پست اصلا خبر نداشته باشه. خب مثلا این کلا یه چیز مستقل از اونه، ولی مثلا بین دیتابیس نیو پست از یه طریقی حالا یه ارتباطی هست. خب فرضاً نمیدونم این دیتابیس عوض بشه، ممکنه مثلا این لایه های مثلا خیلی نزدیک به این ممکنه تغییرات جزئی مثلا لازم باشه درش ایجاد بشه. خب فرضاً لازم هست بالاخره مثلا من اینجاها اونجایی که به دیتابیس دارم کانکت میشم و مثلا به جای مای اس کیو مثلا بنویسم پستگیر اس کیو ال، فرضاً یه تغییر انقدر ممکنه لازم بشه، ولی اینجا هر چیز عوض کنم این هیچ چیزی نداره دیگه. کلا به اینها هم میگم مثلا رابطه های بین در واقع رابطه های بین در واقع کامپوننت ها. خیلی خوب،
مزایاش که تقریبا گفتم، کسی میتونه بگه این کارو کرد، مثلا این که مثلا من بیام این راه از هم دیگه جدا کنم چه عیبی میتونه داشته باشه؟ این که مثلا فرضاً من بیام همینجوری کامپوننت کامپوننت کنم سیستمو، خیلی ریسک کنم، مثلا چه اتفاقی بعد میفته؟ اتفاق بعد میفته کلا؟ یا مثلا تو همینجوری که مثلا من دیتابیس از اینا جدا کردم، مثلا چه اتفاقی بعد ممکنه بیفته؟ کسی نظری نداره؟ اولین چیزی که وقتی که در واقع سیستمو دارم جدا جدا در واقع تعریف میکنم و هر کدومش مستقلا بهش نگاه میکنم، این هست که انتظار دارم تو کارهای پرفورمنس برمم یه سری در واقع کاهش کارایی ببینم در واقع. یعنی چی؟ یعنی که فرضاً مثلا سرعت برمم بیاد پایین، خب، یا مثلا تعداد ریکوست در ثانیه که مثلا میتونه جواب بده مثلا کمتر شه، خب، یا مثلا سی پی یو بیشتری مصرف کنه، مثلا تعداد فانکشن بیشتری مجبور باشه کال کنه تا مثلا یه کاری انجام بده. خب مثلا فرض کنید که من دیتابیسم بغل تو خود پی اچ پی بود، خب یعنی چیز جدایی نبود، خب دیگه لازم نبود مثلا یه ارتباط مثلا شبکه‌ای مثلا حالا داخلی حتی وجود داشته باشه بین پی اچ پی و مثلا مای اس کیو ال. خب این تا خیلی نزدیکتر به هم دیگه بودن، درش مثلا خیلی سرعت شاید بیشتر میشد، خب سرعت کار مثلا سرعت این که مثلا من یه ریکوست بدم و نتیجهشو ببینم مثلا بیشتر میشد. ولی مدام این کاری که کردم در واقع اتفاق افتاده این هست که یه مقداری سرعت کارم کمتر شده. خب واضح دلیلش چی بود دیگه؟ کلا یعنی مثلا من وقتی که تیکای برام جدا میکنم، اینها قراره که همدیگه رو فراخونی کنن، به طور معمولی اوورهد در واقع حداقل مثلا حالا درصد مثلا پیاسه بخوام بگیم فانکشن کال ها مثلا اضافه میشه مثلا به برنامه. شبیه این هست که شما یه برنامه مثلا بدون هیچ فانکشنی بنویسید یا اینکه با فانکشن بنویسید، خب مطمئن انتظار دارید وقتی که مثلا یه سری فانکشن تعریف میکنید یه اوورهد مثلا اجرا کردن فانکشن ها به برنامه‌تون در واقع اضافه بشه. خب خیلی کم هست ولی خب بالاخره وجود داره. یه سری مزایایی که داره خب گفتیم، مهمترین مزایاش اینه هست که در واقع ساده‌تر میکنه در واقع نگاه ما رو به سیستم. یه سری مزایای دیگه هم داره، معمولا باعث میشه که یه سری مشکلاتی که به طور معمول پیش میاد توی مثلا نوشتن برنامه‌ها در واقع رفع بشه. اولین چیزی که وجود داره توی مثلا برنامه‌ی وب خیلی هم مسئله مهمی هست، این هست که قابل تغییر باشه. شما یه برنامه‌ای که می‌نویسید، یه برنامه سازمانی در حد کلی که می‌نویسید یا یه برنامه وب می‌نویسید، معمولا لازم هست که بعدا بتونید تغییرش بدید. خب حالا توی محیط بازار کار واقعا این خیلی زیاد معنی میده، حتی شما همین تمرینتون هم که بخواید بنویسید ممکنه همچین چیزی بخواد پیش بیاد، پروژه‌تون هم بخواد بنویسید با یه همچین چیزی مواجه میشید، یه چیزی می‌نویسید و لازم و می‌بینید که بعداً لازم هست حالا تغییرش بدید. خب معمولا اگه این تغییر توی معماریتون تاثیر نذاره، تو کل در شکل کامپوننتاتون ارتباط بین اونها تاثیر نذاره، اینی که باید کامپوننت جدا کردید خب باعث میشه که کارتون راحت تر بشه. خب مثلا شما فرض کنید که یه قابلیت میخواستید اضافه کنید، مثلا تعداد نمایش، مثلا فرض کنید که تعداد نمایش پست یه پست رو می‌خواستید مثلا ذخیره کنید و نشون بدید مثلا توی صفحه یه دونه پست. خب این به نیو پست مثلا ایندکس من هیچ کاری نداره، صرفا اینجا و اینجا معنی میده. خب یعنی مثلا من لازم هست که نگه برای هر کدوم مثلا از پستام نگه دارم چند بار دیده شده. خب حالا اگر که من نمی‌دونم دیتابیس رو جدا کنم، همه اینجاها وارد همه این در واقع کامپوننت‌ها می‌کردم، خب اون موقع من یه تغییری که مثلا توی این کامپوننت پست می‌خواستم انجام بدم لازم بود که این چیزایی که هیچ ربطی بهشم ندارن رو در واقع تغییر بدم. خب در واقع این جدا کردن باعث میشه که من بعداً بتونم راحت‌تر در واقع تغییراتی که می‌خوام توی هر کدوم از بخش‌ها در واقع اعمال کنم. از اون طرف وقتی که یه تغییری باشه انقدر بزرگ باشه که لازم باشه معماریمو تغییر بدم، خب به نسبت حالت عادی ممکنه سخت‌ترم بکنه حتی، ولی خب اون معمولاً سعی می‌کنم که پیش نیاد، سعی می‌کنیم اونها رو تا حدی که ممکنه انقدر مموریمون رو مثلا خوب طراحی کنیم که حالا همچین اتفاقی پیش نیاد. حالا مسئله دیگه هم هست، معمولا مثلا مدیریت مثلا امنیت یا سکیوریتی تو همچین حالتی راحت تره. خب یعنی اینکه سیستم من کلا به یه چیزی کاملا خیلی بزرگ بهش نگاه کنم، اینکه مثلا بیام در مورد امنیت صحبت کنم خیلی کار سخت تریه تا وقتی که در مورد هر کدوم از اینها و صرفا ارتباط بین اینها لازم باشه صحبت کنم. و حالا مسئله دیگه هم
میشه براش متصور شد. خیلی خوب. یه مدل در واقع درست کردن معماری پیاده‌سازی، معماری لایه‌ای. حالا لایه رو تایر هم ممکنه بگم. معماری لایه‌ای هست. معماری لایه‌ای به چه معنیه؟ به این معنی که کامپوننت‌های مجلای من شبیه در واقع یه استک رو هم یه سوارن. خب ارتباط صرفا بین مثلا لایه‌هایی که پیش هم دیگه هستن وجود داره. فرض کنید که مثلا تو اینجا مثلا این مثالی که من زدم، مثلا اینجا برنامه‌هایی که هستن شما تو کامپیوترتون استفاده می‌کنید، اینجا سیستم عاملتونه، اینجا هم سخت افزارتونه. خب الان شما وقتی مثلا یه برنامه‌ای مثلا می‌نویسید که مثلا داره با در واقع سیستم عامل کار می‌کنه، اصلا کاری به سخت افزار ندارید. یعنی ممکنه سخت افزار هر چیزی باشه، ممکنه نمی‌دونم مثلا چون هم برپایی مثلا مدل x86 باشه، 32 بیت باشه یا 64 بیت باشه. خب شما برای برنامه‌تون مهم نیست. خب مثلا برنامه‌ای که حالا مثلا فرضاً با یه چیز مثلا یه زبان سطح بالا می‌نویسید، با جاوا می‌نویسید، با دات نت می‌نویسید، اصلا برایش مهم نیست که این 32 بیت یا 64 بیته. در صورتی که برای سیستم عامل خیلی مهمه که این سخت افزارتون کدوم یکی از این دو تا حالته. خب در واقع چه اتفاقی افتاده؟ این لایه سیستم عامل اومده در واقع ارتباط یه اینترفیس خاصی برای ارتباط بین اپلیکیشن و هاردویر تعریف کرده و یه سری پیچیدگی‌ها رو تو خودش نگه داشته. خب در واقع انتقال نداده به لایه بالاتر. مثلا همیشه این قضیه وجود داره. اینها هر کدوم سعی می‌کنن که در واقع یه جوری مثلا پیچیدگی‌های لایه پایین مثلا انتقال نکنن به بالا. یه سری مسائلی که به لایه‌های بالاتر در واقع مربوط هست و مثلا پنهان کنن از لایه‌های پایین‌تر. خب من میگم پنهان‌سازی در واقع پیاده‌سازی. اینکه مثلا من اینجاها اصلا چه می‌دونم مثلا ممکنه اصلا کامپیوتر واقعی نباشه، یه کامپیوتر مجازی باشه. خب که هر چیزی باشه، ممکنه مثلا چون گفتم 32 بیت باشه، 64 بیت باشه، مثلا مدل پردازنده چی باشه، رمش چقدر باشه، اینها رو همه رو داره پنهان میکنه از برنامه من. خب پس هدف یکی از اهداف اصلی این در واقع معماری لایه این هست که من مستقل از لایه ها، این که لایه پایینم چیان، صرفا با لایه های کناریم بعد بتونم صحبت کنم. خب بقیه دیگه مهم نیستن. این هم که گفتیم یعنی جایگزینی پیاده‌سازی، یعنی فرض کنید که صرفاً دو تا لایه کناری من سر جاشون باشن، ارتباط من با اونها سر جاشون باشه، اینترفیس من، رابطه من با اونها سر جاش باشه، لایه دیگه هر چقدر میخوان تغییر کنن برام اصلا مهم نیست. تا وقتی که این اپراتینگ سیستم، این سیستم عامل خب بتونه با این لایه پایین صحبت کنه، این هر چقدر دلش میخواد عوض شه برام اصلا مهم نیست. توی برنامه هم همینجور هست. مثلا فرض کنید که مثلا اون برنامه‌ای که مثلا همین بلاگم کتا نوشیم دو تا لایه داره، یه لایه دیتابیس داره و یه لایه در واقع قسمتی که مثلا با پی اچ پی نوشتیم. میشه یه لایه مثلا یوزر هم اینجا مثلا تصور کرد، خب که حالا مثلا تو پی اس ازیم نیست ولی تو سیستم هم میتونم در نظرش بگیرم، یعنی لایه یوزر هم مثلا اینجا وجود داره. خب از نظر یوزر اصلا مهم نیست که این MySQL، Oracle، MSSQL چیه، اصلا برش مهم نیست. خب صرفا اینها رو داره میبینه، صرفا کافی بلد باشه یه دونه فرم پست پر کنه، مثلا سابمیتش کنه، به صفحه HTML ببینه، صرفا این برش مهمه. این که حالا اینجا چی هست برای این لایه در واقع اهمیت داره. خیلی خوب. خب این منجر به در واقع کمیسازی وابستگی هم خود به خود میشه دیگه. یعنی اینکه همین صحبتایی که کردیم دیگه، اینها در واقع صرفاً وابستگیش در واقع به لایه‌های بغلیش هست. اون دوتا این دوتایی که نوشتم اینا معایبشن. در مورد کاری که گفتم در مورد پرفورمنس، معمولاً باز لایه‌ای کردن مثلا یه سیستم باعث میشه که یه مقدار پرفورمنسش کاهش پیدا کنه. کلاً ببینید همیشه این یه چی بهش میگن ترید آفی وجود داره بین اینکه شما چقدر سیستمتون رو کامپوننت کنید یا چقدر لایه لایه کنید و اینکه چقدر پرفورمنس از دست بدید. خب یعنی ممکنه که مثلا شما توی برنامه مثلا بتونید مثلا انقدر لایه‌های مرتبی تعریف کنید که مثلا خیلی خوب باشه و اینها، ولی نیارزه مثلا به اینکه مثلا اون پرفورمنسی که از دست میدید انقدر زیاد باشه که نیارزه واقعا. ترجیح بدید مثلا یه مقدار کمتر مثلا لایه‌های کمتر و مثلا حالا یه مقدار ممکنه نابهتر مثلا تعریف کنید، ولی اون پرفورمنس رو در واقع براتون مهم باشه. واسه دارید چقدر این براتون مهمه، چقدر فرضاً اینکه برنامه خوب بنویسید براتون مهمه، چقدر پرفورمنس براتون مهمه. ممکنه مثلا فرضاً یه برنامه‌ای که مثلا دارید می‌نویسید برای اینکه نمی‌دونم مثلا این برنامه خیلی مثلا
از لحاظ پرفورمنس کریتیکال باشه، مثلا قرار مثلا چون من یه موشک رو مثلا کنترل کنم، خب مثلا شاید اونجاها به این نتیجه برسید اصلا همه‌شو داخل یه لایه بنویسید، اصلا مفهوم لایه و کامپوننت رو تعریف نکنید، خب کلا همه‌شو مثلا چی بنویسید، به صورت پیوسته مثلا بنویسید، خب ممکنه اونجا به همچین نتیجه برسید چون اونجا پرفورمنس خیلی مثلا براتون مهمه. نماد پخش شدن جنبه هم حالا بعدا توضیح میدیم. قضیه این هست به طور کلی که ممکنه یه مفهومی رو شما همه جا مثلا ببینید، تو همه لایه هاتون ببینید. برای مثال مثلا نمیدونم حالا تو این حالا جلوتر مثال بهتر میشه زد. خیلی خوب، کلن برای برنامه ها یه تاریخ، من اینها رو از همون کتاب آقای فاولر دارم میگم. اسم کتاب POEAA بگیم مثلا شاید خوب باشه. خب خیلی مثلا گذشته و اینها که کلن خیلی مطرح هم بود، برنامه ها خیلی برنامه بزرگی نبودن، خب و انقدر هم مثلا ابزارها در اختیار برنامه نویسان نبود که مثلا بخوان در واقع حالا مثلا برنامه‌ای لایه‌ای بنویسن، برنامه کلاینت سرور بنویسن، اینها خیلی برنامه ساده می‌نوشتن و همینجوری مثلا ما معمولا برنامه می‌نویسیم. حداکثر مثلا بعضی‌ها مثلا فانکشن‌ها و چه می‌دونم کلاس‌ها و اینها مثلا به وجود اومدن، تونستن مثلا مثلا اونها یه ذره مقدار مثلا برنامه‌هاشون رو ساخت یافته‌تر کنن در واقع. تو برنامه سازمانی باز من دارم صحبت میکنم، اینجا این موقع خیلی شاید مثلا وب و اینها حتی مطرح نبود ولی برنامه سازمانی وجود داشتن. بعد این مموری کلاینت سرور در واقع به وجود اومد، خب یعنی اینکه فرض مثلا یه سروری بود که مثلا اصل کار احتمالاً رو اون انجام میشد و کلاینت ها صرفا با اون وصل میشدن. حالا این تمایزه میتونست در مثلا اندازه‌های مختلف باشه، اینکه چی کجا باشه. مثلا فرض کنید معمولا اینجوری بود که همه داده‌ها توی سرور بودن، خب و کلاینت صرفا یه صفحه میدید، خب هیچ کاری نمی‌کرد، حتی پردازش داده‌ها هم مثلا ممکن بود مثلا سمت سرور انجام بشه. حالا ممکن بود توی سیستمی مثلا پردازش داده‌ها مثلا اینکه فرضاً چون مثلا فرم‌ها مثلا ولیدیت بشن و اینها مثلا سمت کلاینت انجام بشه. خب ببینید کلاً تو این قضیه این مطرح هست که هر چیزی کجا انجام بدم، تو کدوم لایه فیزیکی انجام بدم، تو کلاینت انجام بدم یا توی سرور. باز حالا جلوتر بیشتر بحثش می‌کنیم. بعد ها یه معماری سلایه در واقع یه چیز شبیه این در واقع استفاده میشد که هنوزم وجود داره و هنوزم در واقع معتبر هست، میشه ازش استفاده کرد. یه معماری که سلایه پرزنتیشن، دامین لاجیک و دیتا سورس داره. لایه